درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. چندی پیش بود که در خبرها آمد که سعید حدادیان، نوح خان محبوب علی خامنه‌ای، به استادی دانشگاه تهران، آن هم در دانشکده ادبیات، منصوب شده است. سعید حدادیان از مداحان و نوح خانان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است و انصاف نیوز گزارش داده بود که دانشگاه تهران در ترم جدید به سعید حدادیان واحد تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد برای تدریس او قرار داده است و آن درس تحلیل متون نظم پایداری است. ادبیات پایداری از حدود 6 سال پیش به عنوان یکی از گرایش‌های رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در چند دانشگاه ایران تدریس می‌شود. اما نکته جالب این که هنوز اولین جلسه از درس سعید حدادیان نگذشته بود که او با یک گاف بزرگ موجب شد که نزدیکان دکتر شفیعی کدکنی به او واکنش نشان دهند. به گزارش سایت دیدبان ایران، صفحه محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر و استاد ادبیات دانشگاه تهران، خاطره سعید حدادیان، مداح و استاد دانشگاه تهران درباره شرکت در کلاس درس شفیعی کدکنی را جعلی دانست. سعید حدادیان در یک گفتگو در سر کلاس درسش در دانشگاه تهران خاطره ای تعریف کرده بود که در آن می گفت که در کلاس درس شفیعی کدکنی دکتر شفیعی از او به خاطر خلاقیتش در شعر پردازی تجلیل کرده است. اتفاقات یک سال گذشته در دانشگاه های کشور بسیار تأسف برانگیز است و ماجرای گماشته شدن سعید حدادیان به کرسی استادی دانشگاه تهران تنها گوشه ای از این فاجعه است. اخراج بسیاری از دانشجویان نخبه و اساتید برتر دانشگاه‌ها و جایگزینی آنها با بسیجیانی که از نظر رتبه های علمی در پایین ترین سطح ممکن قرار دارند، این نگرانی را در مردم ایران ایجاد کرده است که تنها سنگر مردم و تنها امید آبادانی ایران در آینده که دانشگاه ها هستند به دست جمهوری اسلامی در حال تخریب است. در همین راستا فعالان صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها در بیانیه مشترک گفتند که ما باز می گردیم. در این بیانیه آمده است که در سالی که گذشت ما دانشجویان همگام با دیگر اقشار مردم در دانشگاه ها صدای اعتراض به ستم و استبداد را بلند کردیم و با همرزمانمان در خیابان پیمان مقاومت بستیم. بهای این ایستادگی زیاد و دستاوردهای آن ماندگار بود. بازداشت، اخراج، تعلیق و تهدید شدیم. اما پس از گذشت یک سال به نقطه ای رسیده ایم که باور داریم قدم در راهی بی بازگشت و رو به جلو نهاده ایم که بدل به آگاهی همگانی در بین ما شده است. اکنون استبداد شاید بیش از هر زمان دیگر کمر به قتل دانشگاه بسته است. از حذف دانشجویان و اساتید غیر همسو از فضای دانشگاه، اخته کردن تشکل‌ها و محدود ساختن حوزه فعالیتشان، تفکیک و حذف یک به یک فضاهای دانشجویی، محروم کردن دانشجویان از امکانات رفاهی درخور و به حقشان گرفته تا حرکت به سوی پولی سازی دانشگاه و حذف آموزش رایگان، گرچه رد تازیانه انضباطشان پابرجاست اما زخمشان کاری نیست، چرا که تجربه متناوب خواستن، سرکوب و ایستادگی در سالی که گذشت ما را وارد مرحله ای تازه کرده است از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمانهایمان که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را کاملا بی اثر خواهد کرد. ما جمعی از فعالان صنفی دانشگاه های کشور، گوشه ای از این ایستادگی های ماندگار دانشجویان در برابر سرکوب را در سلسله گزارش جنبش جمعی گردآوری کرده ایم تا در یادها بماند آنچه کردیم و آنچه بر ما گذشت. یکی از اهداف ما برای ثبت این مسیر در قالب کارهایی همچون گزارش جنبش، انتقال این تجربه ادامه دار به دانشجویان جدید دانشگاه برای به دست دادن تصویری بهتر از جایگاهی است که در آن قرار داریم و دعوتی است از شما تا به پاس داشته امید و زندگی به آن بپیوندید و در تلاش برای ساخت آن همراه شوید، چرا که هویت دانشجویی
به معنی ایستادگی در برابر ناعدالتی ها و تلاش برای نیل به خواسته های به حق است و پیوند مستقیمی با آگاهی سیال جمعی و رو به کمال جامعه اش دارد. اکنون به جلو می نگریم، در حالی که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید قرار داریم که دانشگاه در بسیاری از ساحت ها نامولد شده است. رژیم جمهوری اسلامی سعی می کند دانشگاه ها را اخته کند، شرایطی که ما را با پرسش های جدی و سازنده مواجه کرده است. حال با انباشتی از تجربه و در امتداد مسیر بی بازگشتی که طی کرده ایم، وقت باز پسگیری و باز تعریف دوباره دانشگاه به عنوان میدانی برای تخیل و ساخت آینده‌ای بهتر برای ایران و مبارزه برای رسیدن به ایران آزاد و آباد است. اکنون در درون جنبش دانشجویی سنت و ادبیاتی در حال ساخته شدن است که خار چشم استبداد و آتشی روشنی بخش برای راهی است که به سوی فردا در پیش گرفته ایم. امضا کنندگان این بیانیه فعالان صنفی دانشگاه‌های اصفهان، نوشیروانی بابل، یزد، تهران، هنر بهشتی، چمران اهواز، الزهرا، علامه، صنعتی شریف، خواجه نصیر و فردوسی مشهد بودند. گفتنی است که علاوه بر بیانیه های گوناگون، در آغاز سال تحصیلی جدید سایت وزارت علوم جمهوری اسلامی هم هک شد و با باز کردن این سایت به پیام قیام تا سرنگونی در پاسخ به تصفیه و سرکوب و احضار و اخراج استادان و دانشجویان به دستور خامنه ای توسط وزارت علوم میرسیم. در این راستا 500 سرور و کامپیوتر و سایت و سامانه وزارت علوم تحت کنترل علی خامنه ای تسخیر شده است و از دسترس خارج شده است. گروه هکری قیام تا سرنگونی در کانال تلگرام خود مسئولیت هک این وبسایت را بر عهده گرفته است. معاون روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با ایرنا حمله سایبری به وبسایت این وزارتخانه را تأکید کرده است و گفته است برای بررسی های بیشتر سایت از دسترس خارج شده است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.